درود همراهان همراه شما هستیم با مهمترین رویدادهای این ساعت برنامه این ساعت را با یک تجاوز حکومتی آغاز خواهیم کرد تجاوزی که با مجوز امام جماعت اتفاق افتاد در ادامه از حضور چهره مرموز و مخوف دست راست خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم گفت این چهره مخوف رژیم کیست؟ با ما همراه باشید اما میرسیم به جریان یک تجاوز دیگر در سایه جمهوری اسلامی و با حمایت یک امام جماعت مرد هفتاد ساله با همدستی امام جماعت مسجد دختر 20 ساله را سیغه کرد داستان را به روایت محمد هادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری مرور میکنیم با خواهرش آمده بود و کنار او روی صندلی نشسته بود دلش آنقدر پر بود که امان نداد کاغذ و قلم آماده کنم و حرفهایش را نوتبرداری کنم شروع کرد به گفتن بیخود نیست میگن هر چیز سنگه برا پای لنگه محلی ها هم حکم و قولشون این بوده و هست که دختر به 13 سال نرسیده باید شیرینی خورده یک کسی بشه وگرنه ترشیده است و پیشونی نوشتش میشه پیر دختر خونه اگه شانس بیاره ایونهای ده بالا به کنیزی بگیرنش از وقتی چشم باز کردیم تو گوشمون خوندن که ده بالایی ها عیون هستند و ما ده پایینی ها بدبخت و بیچاره حکما تقدیر خدا بوده که چه نعمت و رحمت داشته شده سهم ده بالا از چشمه آب گرم و معدن تا ای که شش ماه از سال غرق خوشگذرانی شهری هاست و سبب رزق ده بالا که حکم ارباب دارند برای ما پسرای ده هم تا پشت لب سبز میکنن میشن کارگر ده بالا و دخترای ده چشم انتظار رفتن به هجله همین کارگرهای بخت برگشته و میون همه این بدبخت بیچاره ها بخت و اقبال خواهرم محبوبه قوز بالا قوز شده بیست و چند بهار زندگی محبوبه با خرافه ی تلسم شدن اقبالش حرام این باور غلط شده بود که شب تولدش آل جفتش را دزدیده و تا مردی زن مرده از او خواستگاری نکند بختش باز نمی شود. لذا خواستگاری حاج نادر فرش فروش که پارسال مادر بچه هایش به رحمت خدا رفته حکم شکسته شدن تلسم آل را داشت. حرفهای خواهر محبوبه که به اینجا رسید به قصد پرزشی و دیدن عکس العمل محبوبه نگاهم را به سمت وی چرخاندم تا بگویم نقل این حرفها چه ربطی به اصل مطلب داره که دانه های بلورین اشک که یک سره و بی صدا از گوشه چشمانش سرازیر بود مانع شد چیزی نگفتم و طوری که اطمینان کنند درکشان میکنم با نگاه هم دعوتش کردم به ادامه باور دارم با وجود اهمیت بررسی خواسته اصلی مراجعه کننده برخی مواقع لازم است موکل پیش از اطلاع از مسائل حقوقی وکیل را همراه و محرم خیش ببیند حتی گاهی شنیدن درد دل موکل به وکیل کمک میکند تا آنچه را که موکل از وی میطلبد از لابلای حرفها دریابد با چنین باوری فضا را مهیا کردم که به قولی هرچه دل تنگشان میخواست بگویند در این میان آنچه می کرد تصور وجود باورهای غلط در بین خانواده ها بود همان تصوری که سبب حرام شدن آینده محبوبه بر پایه خرافات شده بود حاج نادر از ملاکین ده بالا که برای سرکشی ملک و املاکش هر از گاهی به ده می آمده پس از مردن تاج الملوک به قصد تجدید فراش و با اطلاع از خرافه آوار شده بر بخت محبوبه سراغ خانواده او رفته بود باور و اعتقاد به خرافات طوری در تار و پور این خانواده ریشه دوانده بود که تنها شرط و معیار این خانواده برای خواستگار محبوبه همان مردن زن خواستگار بود بنابراین سن و سال حاج نادر که همسن پدر محبوبه بود اصلا مهم نبود و کلام اول به دوم نرسیده امام جماعت روستا سیغه محرمیت را جاری می کند و باقی تشریفات عقد می ماند برای شهر. هجله عروس به شب سوم نرسیده که صبح با دقلباب کارگر حجره محبوبه از رختخواب خواب بیدار می شود ببخشید همشیره حاج نادر پیغوم داده یه ساعت مونده به سلات ظهر بازار زرگرها باشید محبوب خوشحال از اینکه طبق رسم شوهرش میخواهد برای او زیورآلات بخرد و به این ترتیب سور ندادن عروسی را جبران کند کفش و کلاه کرده سر ساعت راهی بازار زرگرها میشود یک ساعت چشم انتظار رسیدن تازه داماد میشود تا سرانجام با ورود بنز حاج نادر به میدانگاه گل از گلش میشکفد بنز مشکی جلوی پای محبوبه ترمز می کند. سلام حاج نادر گفتن تا ترمینال شما را برسونم چمدون و این نامه برای شماست محبوبه به سرعت پاکت نامه را باز می کند. با سواد اندکش فقط این چیزها را میفهمد عقد من و شما سیغه موقت سه با مهریه یک سکه بهار آزادی بوده من مابقی مدت رو میبخشم یک سکه هم گذاشتم توی چمدون قصه خواهر که به این نقطه رسید سکوت محبوب هم شکست و زبان به نفرین و گلایه گشود و گفت آقای وکیل به همون خدای بالا سر قسم که حرف و گفته ما سیغه نبود و کل اهل محل که برای نماز مغرب و اشا داخل مسجد بودند شاهد هستند که آمیرزا امام جماعت مسجد فقط سیغه خوند و حرفی از مدت نزد بعد هم خود نامردش گفت توی شهر جاگیر شدیم روز مبارک و خوشیامنی از تقویم پیدا کنیم برای رسمی کردن عقدمون و تعیین مهریه پس از اخذ وکالت از محبوبه مستند به ماده 1062 1087 و 1099 قانون مدنی دادخواستی به خواسته اثبات زوجیت دائم و تعیین مهرالمثل مستند به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی تنظیم کرده از باب محکمکاری کاری استفتای امام خمینی که در چنین حالتی اصل را بر وقوع نکاح دائم میدانند زمیمه دادخواست کردم زمانی که تمرکز و بار اثبات ادعا بر شهادت شهود طراحی می شود و شهود هنوز به محکمه نرسیدند استرس حضور در جلسه دادرسی چند برابر می شود چاره ای نبود و باید وارد جلسه می شدم کلمات دادخواست را تعمدا شمرده شمرده ادا می کردم تا فرصتی برای رسیدن شهود فراهم شود که نشد و نوبت به دفاعیت حاج نادر رسید که خیلی راحت و وقیحانه مدعی شد قصد و ارادهش بر سیغه موقت آن هم چند روزه بوده اعتماد به نفس و وقاحت حاج نادر که مدعی بود دختری که چهل و چند سال از خودش کوچکتر است را برای سه روز سیقه کرده از عجایبی بود که تا آن روز ندیده بودم دلشوره ی عدم حضور شهود در چهره هم طوری نمایان بود که قاضی متوجه شد و پرسید شهود نیستند همین که خواستم بهانه برای عدم حضور شهود به تراشم منشی دادگاه قاصد خوشخبر شد نفس راحتی کشیدم و از دادگاه خواستم شهادت آنها را بشنود در این زمان حاج نادر با حالتی عصبی شروع کرد به داد و فریاد در انکار موضوع و توهین به محبوبه که دوشیزه نبوده و غیره شوهر خواهر و برادر محبوبه که به عنوان شهود به جلسه آمده بودند با شنیدن این ادعا در نهایت مظلومیت و استیصال به حاج نادر گفتند از خدا به ترس ناسلامتی تو مشرف شده ی خانه خدایی حاج نادر دهان باز کرد و هرچه لایق خودش بود نثار این بندگان خدا کرد آنقدر گستاخانه حرف زد که قاضی دستور اخراج وی از جلسه را صورت جلسه کرد جلسه علا رقم تنش های فراوان تمام شد و بنا به مستندات ارائه شده تا حدودی مطمئن بودم حکم به نفع ما صادر می شود. دو هفته پس از آنکه دادنامه اثبات زوجیت محبوبه به عقد دائم با تعیین مهرالمثل به عنوان مهریه وی ابلاغ شده بود لایحه تجدید نظرخواهی حاج نادر به دستم رسید پیرمرد تصور کرده بود محکمه و عدلیه هم خانواده صاف و ساده محبوبه است که با دقل و دروغ میتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند لذا با وقاحت تمام مدعی شده بود حواسش نبوده که امام جماعت مسجد سیغه نکاه دائم خوانده اما مطمئن است مهریه محبوب همان یک عدد سکه است تا به این شکل و با دروغی دیگر خودش را از پرداخت مهرالمثل نجات دهد هر روز که از این پرونده میگذشت بخش دیگر از شخصیت ریاکار و دروغین حاج نادر نمایان میشد اگرچه اعتراض مکرر حاج نادر تا دیوان عالی کشور ادامه داشت و در نهایت حکم به نفع محبوب صادر شد اما دو سال دلشوره و هزینه تاوان اشتباه خانواده محبوبه در جاری کردن سیغه محرمیت و عدم آشنایی با آثار چنین اقدامی بود که البته شخصیت مزور و دروغوی حاج نادر در این موزل بی اثر نبود. خبرها را ادامه می دهیم با تحلیلی کوتاه از چهره مرموز و دست راست که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده. یک چهره تازه و در این حال آشنا وارد گود انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 شده است. وحید حقانیان عضو ارشد بیت رهبری که سالهاست در پشت پرده حضور دارد. اما او کیست؟ روز شنبه دوازده خرداد حقانیان با حضور در ساختمان وزارت کشور شناسنامه خود را به نمایش گذاشت تا مشخصات این چهره پر ابهام آشکار شود. بر اساس صفحه اول شناسنامه وحید حقانیان وی متولد 17 بهمن 1340 در تهران است. او در مصاحبه های خود گفته از 18 سالگی یعنی از سال 1358 عضو حزب جمهوری اسلامی بوده است. آن در سال 1360 یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی ارگان این حزب منتشر کرده که نشان از عضویتش در حزب دارد. اولین بار که حقانیان مورد توجه رسانه ها قرار گرفت در مراسم تنفیز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 88 بود که حکم تنفیز را به علی خامنه ای تحویل داد. او را به عنوان سردار وحیدی یا وحید نیز میشناسند. حقانیان در سال 1364 بدون داشتن سابقه نظامی فرمانده گشت انتظامی امنیتی سپاه در تهران موسوم به سارالله شد. او متهم است به عنوان فرمانده این گشت ها از عامل آزار بازداشت و شکنجه زنانی بوده که هجاب اجباری را رایت نمی کردند. در خاطرات ابوالفضل فاتح مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از دیداری با آقای وحیدی در شب انتخابات سال 88 یاد شده که احتمالا همین حقانیان بوده است فاتح نوشته وحیدی گفته نتیجه انتخابات به نفع احمدی نژاد است. حقانیان در سالهای اخیر نیز در سرکوب های سال 96 و آبان 98 نقش داشته است. همچنین در آبان 98 از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به همراه 8 نفر دیگر تحریم شد. اگرچه سمت رسمی حقانیان در بیت رهبری اعلام نشده اما او در بزنگاه های سیاسی از دهه 60 تا کنون نقش داشته است. پیش از این انتشار ویدیویی از ممانعت محافظان خامنه ای از جلو آمدن او هنگام رأی دادن خامنه ای باعث شد این گمان زنی به وجود بیاید که حقانیان دیگر در بیت رهبری جایگاهی ندارد قراره که ایشون تا لحظات دیگر رأی خودشون رو به صندوق بیاندازند همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای شناسنامه خودشون رو به ماموران اجرای انتخابات ارائه کردند با این حال تصویر دیدار اخیر خامنه ای با رئیسی نشان میداد او همچنان در تیم اجرایی جلسات حضور دارد همچنین خود او در ویدیوی تبلیغات انتخاباتیش خود را مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر خامنه ای توصیف کرده است حال باید دید آیا ورود وی به انتخابات 1403 با نظر خامنه ای بوده یا خیر های همراهان گرامی به پایان این بخش خبری رسیدیم سپاس از اینکه ما را همراهی کردید تا درودی دیگر بدرود